رسول خطیبی یار با تکنیک تیم پاس از ایگی دو بازیکن عبور میکنه، یک ضربه زیبا و توی دروازه. علی آقا توپ داره میاد، همونه دب کن میخوره زمین، پلتری راحتر میتونه جمعش کنه ببرتش. چرا برای خود مشکل درست کنی؟ یه ضربه از راه دور توی دروازه، توی دروازه یه گل قشنگ. با مربی جدیدی که آوردیم روش شوت از راه دور زیاد با ما کار کرده. فرصت برای سراج. با توجه به تمرینات منظمی که دارم انجام میدم سعی میکنم جزء گلزنهای برتر لیگ باشم. تیم پیروزی هم با اون هوش و درایتی که مربیان این تیم دارن و تجربه بالایی که دارن از این شرایط ویژهشون دارن به بهترین شکل استفاده میکنن و موفقیت پیدا میکنن. اما چوکا در ورزشگاه که در واقع داره کم کم نام ورزشگاه قلعه عقاب‌ها رو به خودش میگیره و این تیم دو فصلی هست که در اونجا اصلا شکست نخورده به مصاف تیم زوبان هم برد. داوری هستش که با وزن بیش از 85 کیلو ایشون در زمین قادر به دویدن نبود. یک مقدار قبول داریم که چاق شده، ولی از تجربیاتشون به خوبی استفاده میکنن و من نمره بدی به ایشون ندادم. تصمیم بسیار درستی آقای افران گرفت و توپ به دست خورد، دست به توپ نخورد. رو ضربه‌ای که بلند می‌دادی، آفک بابات با جسارت، با قدرت، دیدین؟ یه پاس کوتاه، یه شوت. اینجوری فوتبال کنید. ما به بچه‌ها گفتیم که این اولین و آخرین امید ماست. رمضانی، فرصت برای کار داره رمضانی. از دروازه‌بان عبور می‌کنه. بس درون دروازه، گل برای این شوت. به هر حال ما از بچه‌ها جام خواستیم و گفتیم که امسال ما سال جام هاست و باید جام ها رو به هوادارامون هدیه کنیم. لذاست که بچه ها مصر هستن که انشالله امسال جام ها رو شکار کنیم. فرهاد مجیدی فوق‌العاده کار میکنه و توی دروازه. چه میکنه این فرهاد مجیدی؟ خب استقلال در اولین گام بسیار استوار حرکت کرد و تونست هامن من از کشور لبنان رو با نتیجه جالب 7-0 شکست بده. از همین حالا بعد استقلال رو در مرحله بعد ببینیم. بازی بعدیتون با همه، یعنی هرتا بازی داره با هامبورگ. بگید کی میبره؟ حالا یه جنگ کورکوری اینجا را بندازیم. نه بیا تیم ما تون پایین تره باید بره ببره دیگه. بعد آیا خیلی سخته ما بعد از بازی با ژاپن فکر کنم 20 ساعت پرواز داشته باشیم تا آلمان و پنجشنبه بعد از ظهر میرسیم یه جلسه بیشتر تمرین کنیم. شاید مثلا جفتمون بیرون باشیم. آها کوری نکنه. مواجه کردن درست نیست بین باشگاه‌های اروپا و باشگاهی که ما داریم، که اصلا شهرستانو که اصلا حرفشو نمیزنم، چون خودم من 5-6 سال تو اردبیل بازی کردم تو شرایطی که عذر میخوام خودمون پول میذاشتیم پیرهن تیممونو بخریم ما. و تا زمین تمرین با وانت بار میرفتیم. ما اینجوری تمرین کردیم، تو سرمایه 30 درجه زیر صفر 5 درجه زیر صفر تمرین کردیم. ساده ترین چیزشو بگم، ما تو ایران ببخشین خریدن ماشین لباسشویی ساده و گذاشتن تو محل تمرین و یه نفر مسئول، میتونیم ما این مشکل رو حل کنیم. بازیکن کمد داشته باشه بیاد اینجا وسایلشو بذاره و فقط وسایل شخصیشو بیاره، کفششو میارم به قول خودش میاد باکس میکنه همونجا میمونه، لباسایی هم که تمرین میکنه همونجا در بیاره، یه نفر مسئول باشه که ببخش این کارا رو بکنه. ما این امکانات ساده هم نداریم. صحبت میکنه علی دایی. خود دایی پشت تو محکم میزنه و توی دروازه ضربه ای با پای راست. علی دایی 50مین گل خودش رو هم برای تیم ملی فوتبال ایران به ثمر میرسونه تا یکی از رکوردداران به نام فوتبال جهان در رسیدن به تعداد 50 گل در بازی های ملی باشه. اما دیداری که یک شنبه هفته گذشته در اصفهان برگزار شد بین دو تیم پیروزی و زوبان اصفهان، در واقع در فولادشهر اصفهان، توجه خیلی رو به خودش جلب کرد. به نام سراج صاحب توپ هست. اجازه بدید ببینیم چه خواهد کرد. موقعیت برای تیم پیروزی و باز هم پنالتی. این شخص از کجا اومده وسط زمین و اینجوری توپ رو شوت میکنه؟ خب به حال خیلی نادره، یعنی واقعا خیلی نادره.